اکثر راننده ها در رفت و برگشت روزانه ایشان در نزدیکی مرکز شهر این نقاشی گروه ارکستر لس آنجلس را تماشا می کنند. این نقش در سال 1991 توسط کنت ویچل ترسیم گردید که برای باشندگان لس آنجلس در لابلای شاهراه های معروف این شهر زندگی فرهنگی را به یاد می آورد. نقاشی بر دیوار این منزل از کارهای اولیه تویچل نقاش در سال 1971 است. من تصمیم گرفتم که استیف مکوین هنرپیشه دلخواه خود را نقاشی کنم. من نخواستم تا خود را به قسم یک هنرمند برجسته مدرن معرفی کنم. من فقط یکی از هنرمندان محلی بودم و آنچه را که برایم خوب معلوم می شد نقاشی می کردم. تویچل در جنبش نقاشی دیواری به یک شخصیت برجسته مبدل گردید. این جنبش با برخی از مشکلات نیز روبرو شد و تعداد از آثار تویچل زدوده شد. من بسیار ساده بودم. فکر می کردم که در فلورنس زندگی می کنم و مردم از کارم تقدیر خواهد کرد و آن را دوست خواهند داشت. ولی در بسیاری موارد این طور نشد و بسیاری از نقاشی های دیواری لس آنجلس حالا از بین رفت. از آثار تاریخی دوباره بازسازی گردید. لزلی رینر از انستیتوت گیتی کانسرویشن میگوید نقاشی دیواری دیوید آلفیرو سکیروس، هنرمند مکزیکویی در جاده تاریخی آلویروی لس آنجلس که در سال 1932 نقاشی شده بود دوباره اعاده گردید. بر این نقاشی زمان رنگ مالیده شد زیرا بعضی فعالان مدنی بر پیام هنری آن اعتراض داشتند. وی این تصویر بسیار متناظر نقاشی کرده بود که در آن یک شخص مرکزی با صلیب کشیده دیده می شود که عقاب بر او پایین شده و شمار از انقلابیون تفنگ‌هایشان را به طرف عقاب نشانه رفته اند. هنرمند لیدا ایمیلی با نقاشی های دیواری خود در منطقه بی‌وضاحت موسوم به سکت رو یک پیام اجتماعی را می رساند. زمان مقامات لس آنجلس با نقاشی های دیواری رفتار خصومت آمیز داشتند، اما حالا آن را پذیرفتند به شرط که این گونه نقاشی به اجازه مالکین تعمیر آ صورت گیرد. در این اواخر مقامات تلاش ورزیدند تا قوانین را به منظور زیبایی شهر آسان‌تر سازند. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.